ما زمانی که میخواستیم این فیلم رو نمایش بدیم خیلی صحبت کردیم با آقای عاقلی‌زاده، به خاطر اینکه فیلم بسیار طولانی هستش، بیشتر از 3 ساعته فکر می‌کنم فیلم، و با این وجود تصمیم گرفتیم نمایش بدیم که به همین جهت هم نیم ساعت جلسه زودتر شروع شد و صحبت من هم کوتاه‌تر خواهد بود، دلیل اینکه دیگه از 1 ساعتی بیشتر ما اینجا نمیتونیم بمونیم، به دلیل اینکه من روی این فیلم تاکید زیادی دارم، از لحاظ فیلم های زیادی که در مورد جنگ ویتنام ساخته شده، این فیلم یکی از اولین فیلم های شاید حتی اولین فیلمیه که در باره جنگ ویتنام ساخته شده، سال 1978، 3 سال بعد از تموم شدن جنگ است، و هنوز میتونیم بگیم که جامعه آمریکا متوجه تأثیری که این جنگ روی این جامعه خواهد داشت، تأثیر دراز مدت ترش نیست، یعنی که ما اعتراضات به جنگ رو میبینیم تقریبا از سالهای 67 68 شروع میشه، اوجش شاید سال 68 دیگه متوقف نمیشه تا پایان جنگ، و جنگی که سال 1955 شروع شده، قبل از اون هم در ویتنام و آسیای جنوب شرقی یک جنگ استعماری است که فرانسه درگیرش است. در حقیقت فرانسه از بعد جنگ جهانی دوم خودش رو کنار میکشه از آسیای جنوب شرقی و آمریکا جایگزین اون میشه از سال 1955، و درامی که در این فیلم دیده میشه از سال 1955 تا 75 در ویتنام ادامه پیدا میکنه، ولی این پایان درام نیست، بعد از سال 75 هم همچنان وضعیت آسیای جنوب شرقی بسیار سخت هست، بسیار بیرحمانه هستش، و در این فیلم خیلی کم چیزی دیده میشه، و بعد اشاره میکنم به اون جنبه مناقشه آمیز فیلم درباره حوادثی که در ویتنام و در آسیای جنوب شرقی بعد از این وقایع اتفاق میفته. بعد از این وقایع است که در کامبوج خمرهای سرخ میان سر کار و 1/3 جمعیت کامبوج، یعنی نزدیک 2 میلیون نفر در کامبوج کشته میشه، که یکی از بزرگترین نسل کشی های قرن 20 هست، و اثرات دراز مدت در ویتنام بسیار وحشتناک است. آخرین صحنه هایی که در این فیلم میبینید سال 1975، 20 سال بعد 20 سال بعد از این من ویتنام بودم، در هانوی، در همینجا، و ویتنام دیگه کاملا با آمریکا نزدیک شده و نزدیک شده بود و غیره، ولی ویتنام یک کشور فقر زده، یک کشور واقعا تخریب شده 20 سال بعد از جنگ. شاید بیشتر نمیدونم، من سال فکر کنم 97 یا 8 من شاید ویتنام بودم، و یک کشور واقعا تخریب شده، یک کشور فقیر. من اون فقری که در ویتنام دیدم واقعا تنها جای دیگه که دیدم در هند بوده، و آدمایی که بچه هایی که توی خیابون همه گدایی میکردن، و در اون موقع فهمیدم که واقعا جنگ چه مصیبتی هستش برای اون کشوری که به خصوص زیر سلطه بوده، و معنای 3 میلیون کشتهی که ویتنام در این جنگ داشت در اونجا مشخص میشد. 3 میلیون کشته و بیشتر از چند میلیون آواره و زخمی و غیره، و این شعار که به هر حال ملتی پیروز شده خیلی معنا نداشت و نداره. در حقیقت واقعیت جنگ این است که هیچ کسی از جنگ پیروز بیرون نمیاد، و جنگ به صورت یک تراژدی دراز مدت در زندگی آدم ها باقی میمونه تا زمانی که همه آدم هایی که اون رو تجربه کردن از بین برن، و بعض وقتا حتی به نسل بعد هم این مسئله میکشه.
این چیزی بود که میشد اون موقع در ویتنام دید، 20 سال پیش که من رفتم، و فکر میکنم هنوز هم اگر کسی به ویتنام بره چیز بهتر از این نمیتونه ببینه. کشوری که هنوز از صدمات جنگ بیرون نیومده، ترومایی که جنگ ایجاد کرد، من فکر میکنم تا زمانی که حتی یک نفر زنده باشه از کسایی که جنگ رو تجربه کردن در ویتنام از بین بره. و حالا در اون طرف قضیه هم خود آمریکا هست. آمریکا در این جنگ 60,000 تقریبا 53,000 کشته داد و 300,000 نفر زخمی. و بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ کره، این جنگ سومی بود که آمریکا درگیرش شد و خب یک چرخه و دور باطلی در سیستم آمریکایی ایجاد کرد که تا امروز باقی مونده. آمریکا در واقع یک بن‌بست هست، در این حال که دائما میخواد خودش رو به عنوان یک امید مطرح بکنه، چه برای خودش و چه برای دیگران. و هرچند تغییرات زیادی واقعا اتفاق افتاده در آمریکا در طول این سالها، ولی واقعیت اینه که آمریکا برای که این زندگی خودش رو حفظ بکنه ناچار بوده تقریبا از جنگ جهانی دوم، یعنی از سال 1941 که وارد جنگ شد بعد از حمله ژاپن به در پرل هاربر، تا امروز که نزدیک 70 سال میگذره، هیچ وقت نبوده که آمریکا در جنگ نباشه. تقریبا تمام این مدت آمریکا در جنگ بوده و این وضعیت، یعنی همین وتران ها یا کسانی که در جنگ شرکت داشتن که یک نهاد براشون به وجود آمده در آمریکا، که همین نهاد به اصطلاح جنگجویان سابق یا به هر حال مبارزان سابق، بزرگترین نهاد آمریکاست. و این رو شاید ندونید که تقریبا روزی نیست که در آمریکا یکی از این وترانها خودکشی نکنه. خودکشی در اینها به صورت گسترده‌ای وجود داره. و در این فیلم و فیلم‌هایی که بعداً ساخته میشه، که یکی دیگه از فیلم‌هایی که میتونم بگم شبیه به این فیلم هست، فیلم بین بهشت و آسمان هست که Heaven and Earth که اولیور استون ساخته، و اون هم یک آنالیز روانی هستش از به اصطلاح جنگ ویتنام. مثل همین فیلم که یک آنالیز روانی هست و از دیدگاه آمریکا. این حالا از اینجا اون مناقشه که در حول این فیلم صورت گرفت و مایکل چیمینو بسیار زیر فشار بود برای این فیلم رو میتونم مطرح کنم. در این فیلم همطور که میبینید دیدید، تصویر منفی از ویتکونگ‌ها ارائه میشه و تماتیک دائمی که در فیلم دیده میشه همین بازی رولت روس هست، یعنی بازی که بازی حالا اسمش شاید بشه گذاشت همین بازی با اسلحه، که بازی معروفی هستش، تیپی از دوئل هست، که یکی از موارد همین است، مناقشه که چنین چیزی اصلا در ویتنام وجود داشته یا نه، و این تایید نشد. و مایکل چیمینو این رو تبدیل به تم اصلی فیلمش کرده برای اینکه یک نوع استفاده نمادین از این بکنه، این خطر و تهدیدی که دائم آدم‌ها رو بالای سرشون هست و هر لحظه میتونه اونها رو نابود کنه. دو نقطه ای که فیلم در بینش قرار گرفته، یک شهر کوچک صنعتی آمریکاست از یک طرف، یک شهر فقیر، یک شهر کارگری که مهاجران روس توش زندگی میکنن با اون پیشینه ای که این مهاجران داشتن و از یک انقلاب خودشون فرار کرده بودن و اومدن آمریکا و در اونجا ساکن میشن، و یک شهر صنعتی و یک گروه جوان که اینا در اون کارخونه کار میکنن که میبینید که یک کارخونه بسیار خطرناکی هستش. در اینجا یک موازنه‌ای
به وجود میاره بین زندگی اینها در آمریکا و اون رفتنشون به ویتنام و برگشتنشون. حتی زمانی که اینها در خود آمریکا زندگی میکردن یک زندگی کاملا شکننده داشتن، در اون شهر کوچک و اون کارخونه که کار کردن درش فوق‌العاده خطرناک بود. این تماتیک خطر، تماتیک زندگی که هر لحظه میتونه از بین بره در فیلم مضمون اصلی هستش و به اصطلاح اسم فیلم هم شکارچی گوز دقیقا همینه. در یکی از صحنه‌های فیلم میبینید که صحنه بسیار بسیار کلیدی است در فیلم، صحنه هستش که به دنبال گوز داره رابرت دونیرو تلاش میکنه که گوز رو پیدا کنه و بهش شلیک کنه و یک لحظه است که گوز درست در مقابلش قرار میگیره و میتونه اون رو بکشه و اون لحظه تصمیم میگیره که شلیک بهش نکنه. درست در اینجا همه آدم ها در موقعیت اون گوز هستند که در طبیعت داره حرکت میکنه و هر لحظه تیری ممکنه رها بشه و اون رو از بین ببره. این به اصطلاح یک مضمون بسیار مطرح در فیلم هستش که بهش اشاره شده، حتی در اسم انگلیسی فیلم هم این هست که و به این خیلی اشاره شده که اسم فیلم از دیر هانتر که هم میتونید دیر بخونین، بلکه هم میشه شکارچی گوز، هم میشه شکارچی عزیز با یک کمی تغییر تلفظ. یک نوع سمپاتی در اینجا وجود داره نسبت به این جوان ها. تماتیکت اولا موضوع فیلم همین ها هستن، این گروه جوانان هستن، یعنی موضوع فیلم تراژدی جنگ ویتنام نیست. موضوع فیلم در واقع این است که چطور یک جنگ از گروه از جوان ها یک سری افراد جنایتکار می سازه و یک سری افرادی که تخریب میشه، زندگی اینها رو به کلی جنگ تخریب میکنه. به همین جهت هستش که باز در داخل خود همون فیلم بین عروسی و شادی که اینا دارن به رغم زندگی خیلی سختی که دارن و باید اون رو تحمل کنن، روزهای خیلی سخت کاری و خطرناک کاری، عروسی یک نوع به اصطلاح جشن بزرگ هست که فیلم در حقیقت با اون هست که شروع میشه. زندگی شاد اینا به رغم تمام خطراتی که تهدیدشون میکنه، درست مثل اون گوزنی که داره در طبیعت حرکت میکنه. و صحنه آخر فیلم که صحنه مرگ است و بازگشت اینها از خاکسپاری و خوندن اون سرود معروف آمریکا، اون تأکیدی که اینجا میشه و اون سرود در اونجا به هیچ عنوان شکل یک نوع همبستگی با آمریکا نداره. یک نوع غمی که در خوندن اون سرود هست، چون اون سرودی که اون آهنگ میخونن در اونجا که میگه که آمریکا رو چقدر من دوست دارم و خانه من هست و غیره و غیره، اون سرود خیلی باید سرود شادی باشه، اون یک سرود خیلی شاده وقتی بشنوید، ولی در اینجا با یک لحن کاملا سوگوارانه خونده میشه که کاملا در جهت خلاف شعری است که در اون سرود وجود داره. یک نوع ناامیدی که در اینها وجود داره، در این حال که میخوان یک جشن برگزار کنن، ولی این جشن یک جشن عزاست، یک جشنی است که همه در اون میدونند که موضوعی برای شادی وجود نداره، همه اونها تخریب شدن. و آخرین جمله‌ای که در فیلم گفته میشه که همه به سلامتی نیک میخورن، در حقیقت یک نوع تسلیم هست به شرایطی که در ایجادش یا در بودنش هیچ نقشی ندارن و نمیتونن داشته باشن. خب ما در اینجا موضوع جنگ رو از دریچه دید آمریکا میبینیم. ف
فشار یا به اصطلاح مناقشه‌ای که بر سر فیلم به راه افتاد در مورد مایکل شیمینو، در این حال که این فیلم برنده 5 تا جایزه اسکار شده، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه فیلم کنم، بهترین هنرمند نقش دوم، بهترین تدوین، بهترین صدا و چندین نامزد بر بهترین فیلم هم بوده بر و نامزد چندین اسکار دیگه هم شد و فیلمی بود که میتونیم بگیم که سرآغاز فیلم هایی بود که بعداً در مورد جنگ ویتنام ساخته شد که تعدادش بیشماره و تبدیل شد به یک ژانر در سینمای آمریکا. و یکی از دلایل استقبال ازش و این همه جایزه هم که برد همین بود که در مقابل گفتمان جنگ ویتنام و جنگ به طور کلی ایستاد. و من فکر می‌کنم این فیلم کاملا میشه به عنوان یک فیلم ضد جنگ در نظر گرفت، یک فیلمی که بسیار بسیار تاثیرگذاره روی کسایی که میبینن و هنوز بعد از 40-50 سال، چند سال میشه؟ 50 سال، 40 سال بعد میبینیم که تاثیرگذار کاملا، از لحاظ اینکه هیچ نوع غروری در این جنگ نیست، هیچ نوع افتخاری در این جنگ نیست، تنها چیزی که از این جنگ بیرون آمده مرگ و نیستیه و نابودیه و تخریب زندگی جوانهایی هستش که در اون شرکت کردن. و هرچند که در این مناقشه مسئله اصلی خشونتی بود که مایکل شیمینو نشون میده در بین ویتکونگ‌ها وجود داره، که کاملا در جهت تبلیغاتی بود که آمریکا علیه ویتکونگ‌ها میکرد، علیه به اصطلاح ویتنام شمالی میکرد و میخواست نشون بده که یه جوری توجیه کنه خشونت خودش رو، چون در انتهای جنگ خشونت در ویتنام واقعا به موقعیت بسیار وحشتناکی رسیده بود، بمباران‌های وحشتناک که میشد با بمب‌های ناپالم و غیره، و خود این جامعه آمریکا رو تکون داده بود. و از اون طرف طبیعتاً سعی میشد که توجیه بشه که این خشونت در مقابل یک خشونت دیگه است. این مدلیه که متاسفانه بعد هم آمریکا دنبال کرد. ما بعداً دیدیم که همین مدل رو در عراق به کار برد، همین مدل رو در سوریه به کار برد، همین مدل رو در افغانستان به کار برد و هنوز هم داره به کار میبره برای اینکه توجیه کنه. و خب بهایی که آمریکا بابت این قضیه پرداخت میشه یک خشونت تقریبا میشه گفت که بدون مورد مشابهی در کشورهای توسعه یافته است. تقریبا اگر شما وقایع آمریکا رو دنبال کنید، آمریکا کشوری است که در اون تقریبا هر روز یک به اصطلاح آدمکشی جمعی اتفاق میفته. یه نفر میره توی مدرسه یه در میکشه، یا میره توی یه بار یه در میکشه. و چنین حدی از خشونت تقریبا ما در هیچ کدوم از کشورهای توسعه یافته امروز نداریم، نه در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی، نه در جای دیگه. این حد از خشونتی که در آمریکا وجود داره وجود نداره. این من فکر می‌کنم که از دلایل اصلی این قضیه درگیری دراز مدت آمریکا با مسئله جنگ، یعنی حضور نظامیش و درگیری‌های نظامیش و رفت و آمد همین وترانها، یعنی این آدم هایی که میرن به جنگ و برمیگردن به آمریکا و در داخل سیستم باقی میمونن و در یک تیپ گفتمان دائما جنگی زندگی میکنن، در یک نوع فضای که در اون خشونت خیلی امر عادی تلقی میشه، در این حال که جامعه آمریکا رو به بنبست کشونده. خب از این لحاظ من فکر میکنم این فیلم یک جنبه بنابراین مثبت داره و یک جنبه منفی. جنبه مثبت فیلم در رویکرد ضد جنگ اون هست و اینکه همونطور که گفتم نشون میده چطور جنگ میتونه معصومیت آدمها رو از بین ببره. در این حال که مسلم است که من تایید نمی کنم که جنگ ویتنام یا هیچ کدوم از جنگ هایی که آمریکا در خارج از خودش کرده بشه دو طرف رو
در برابر هم قرار داد و گفت که هر دو مقصر بودن. مسلم است که آمریکایی که میره 10,000 کیلومتر اونورتر و به یک کشوری حمله میکنه مثل کره یا مثل ویتنام، مسلما از لحاظ سیاسی قابل محکوم کردن خیلی بیشتری است و اون کشوری که داره از خودش دفاع میکنه داره از حق خودش دفاع میکنه. ولی مسئله در حقیقت اینجا نیست، مسئله در این است که خشونت جنگ فراتر از این که چه کشوری حمله کرده و چه کشوری از خودش داره دفاع میکنه و چه اتفاقاتی میفته، خشونتی هستش که همه رو تحت تاثیر قرار میده و هیچ کس از اون سالم بیرون نمیاد و به صورت دراز مدت همونطور که گفتم روی همه تاثیر میذاره. اما بنابراین اون بخش منفی قضیه این است که ولو به صورت تلویحی فیلم خشونتی رو نشون میده که در طرف مقابل که به شدت بیشتر هست یا برابر هست با خشونتی که از طرف آمریکا اتفاق میفته و در این حال که هیچ اشاره ای هم به اعتراض جامعه آمریکا به جنگ نمیکنه، چیزی در فیلم دیده نمیشه، در حالی که ما میدونیم که جامعه آمریکا در بین مثلا سالهای 1967 تا مثلا 67-68 تا آخر جنگ به شدت در حال مبارزه بود علیه به اصطلاح جنگ در ویتنام. تمام دانشجوهای آمریکایی، تمام فعالان سیاسی آمریکایی در مبارزه بودند. فیلم وارد این مسئله نمیشه و همه اینها مناقشه ای رو ایجاد میکنه که فیلم دارای یک نوع جانبداری نژاد پرستان هستش علیه ویتنامی ها و بیشتر تراژدی رو در آمریکا میبینه و نه در ویتنام. در اونجا شما یک وضعیت کاملا به هم ریخته میبینید. در صحنه های آخر فیلم وقتی که برمیگرده رابرت دونیرو به ویتنام و تصویری که از ویتنامی ها نشون داده میشه تصویر آدم های بسیار فاسدی است که دارن اون طرف دارن آدم میکشن و این طرف اینا دارن غذا میخورن و قمار میکنن و چونه میزنن سر پولی که باید بگیرن برای که این آدم ها با هم بجنگن و کشته بشن. خب حقیقتا من نمیتونم بگم که مایکل چیمینو رو چطور باید قضاوت کرد، به دلیل اینکه مایکل چیمینو بعدن هم یک فیلم میسازه و این فیلم سال اجدعا هست که چند سال بعد از این فیلم ساخته، فکرم سال 1980 سال اجدعا ساخته، 5 یا 7 سال 1908 سال 1980 ساخته، سال 1980 تاریخش اینجا دارم، سال 1980 این فیلم ساخته شده و سال اجدعا فیلمی هستش که در مورد آسیایی ها یعنی چینی ها در آمریکا هستش و در این فیلم هم ما خشونت بسیار وحشتناکی رو میبینیم در جماعت آسیایی های آمریکا در برابر یک پلیسی که دارای ریشه لهستانی هست که همون منبشه معروف اسمش میکی روک که اون در فیلم یک پلیس لهستانی هست، اتفاقا باز یعنی اروپای شرقی، و در مقابل آسیایی هایی که به شدت در فیلم وحشی نشون داده میشن، مافیای به اصطلاح آسیایی در آمریکا که به شدت استثمار میکنن هم به اصطلاح هم میهنان خودشون رو و واقعا اعتدال وجود نداره. حالا اینکه آیا این مسئله به دلیل اینکه این است که ممکنه باشه که مایکل چیمینو گرایش های راسیستی داره من نمیدونم، نمیتونم اینجوری قضاوت کنم، ولی بر تقدیر در هر دو فیلم چنین روی کردی مشاهده میشه که گرایش های به اصطلاح
ضد به اصطلاح جهان سوم، ضد آسیایی، اونجا ضد ویتنام و در اون یک فیلم ضد آسیایی ها دیده میشه. و در مقابل در این طرف قضیه افراد یه مقداری حالت فرشتوار به خودشون میگیرن، معصوم به خودشون میگیرن و هیچ نوع خشونتی دیده نمیشه. این جنبه منفی فیلم است. و اما جنبه مثبت فیلم به نظر من در این است که تصویر واقعا واقع گرایانه ای از جامعه آمریکا میده، تصویری که از درون وجود داره در خود جامعه آمریکا نسبت به بیرون، نسبت به جنگ، نسبت به وقایعی که بیرون آمریکا داره میگذره. این تصویر میتونم بگم واقعا تصویر رئالیستیکی هستش، یعنی که تصویری که از اون شهر کوچیک داده میشه، از اون کارگرا داده میشه، از سرگرمیاشون داده میشه، از روابطشون داده میشه که روابط بسیار ساده ای هست، آدمای بسیار ساده ای. این تراژدی جامعه آمریکا در حقیقت در همین نکته قرار گرفته. آدمهایی که به نوعی قربانیان جهان بودن و بعد خودشون میرن در نقطه ای و بعد تبدیل میشن به جلادهای جهان. و این یک ساخت است. من فکر میکنم که بیش از این به عنوان یک ساخت استفاده کرد و جامعه آمریکا رو با این ساخت تحلیل کرد، همون چیزی که ما امروز میبینیم مثلا در کشوری مثل اسرائیل. مثل اسرائیل یهودیانی که قربانی بزرگ جنگ جهانی دوم بودن و اینها میرن به کشوری مثل اسرائیل و بعد خودشون تبدیل میشن به جلادهایی که همون بلاها رو بر سر دیگران میارن. این چرخه یک قربانی که بعد خودش تبدیل میشه به یک قربانی کننده، یک چرخه کاملا شناخته شده است در تحلیل روانشناختی. کودکی که قربانی میشه، قربانی خشونت پدر مادرش میشه، قربانی یک به اصطلاح تعرض جنسی میشه و بعد خودش تبدیل میشه به یک فرد بالغی که کودکان دیگر رو تهدید میکنه و به نوع این قربانی کردن دیگران برای این هستش که بتونه اون فشاری رو که در روی ذهنش باقی مونده رو مقداری آزاد بکنه. بنابراین به نوعی میشه گفت که خشونت ضد کارگری که ما در فیلم به شکل مستقیم نمیبینیم اما به شکل غیر مستقیم باید این رو تشخیص بدیم، زندگی در یک شهر کاملا ساده بدون هیچ نوع تفریحی، زندگی به عنوان کارگرانی که خطرناکترین کارها رو باید بکنن و جونشون دائما در خطره و تنها سرگرمیشون این است که در همون کافه جمع بشن و با هم چند ساعتی باشن، اینها به نوعی قربانیان سیستمی هستند که بعد خودشون تبدیل میشن به قربانی کنندگان یک سیستم دیگه. و از این لحاظ من فکر میکنم فیلم بسیار خوب این رو میتونه نشون بده و از این لحاظ میشه گفت اصلا فیلمی نیستش که کوچکترین چیزی رو ما در اون ببینیم که تبلیغی باشه برای آمریکا، چون چیزی که برای آمریکا تبلیغ بخواد بکنه یا فیلم‌های زیادی که ما در این زمینه دیدیم همه فیلم‌هایی هستن که در جهت تقویت اون رویای آمریکایی عمل میکنن، یعنی رویای آمریکایی یک کشور پر از ثروت، پر از به اصطلاح زرق و برق، مردم خیلی ثروتمند، ویلاهای بزرگ. این کلیشه رو حتما خیلی دیدید، لازم نیست من تکرار کنم که وقتی از آمریکا صحبت میشه یک ویلای خیلی بزرگ و یک استخر رو بعد بغلش باربکیو، این استراکچر استخر، باربکیو، ویلای بزرگ و یک سریال هم بود اسمش چی بود؟ بیوچ بی 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 ب
سیستم حالا بیوچ هم یکی از این تصاویر بود، تصویر یک بهشت زمینی که فقط کافیست بهش افراد برسن و بعد از اون دیگه در اون یک زندگی طلایی خواهند داشت. اصلا این چیزی نیست که در فیلم دیده میشه. چیزی که در فیلم دیده میشه این است که آمریکا یک شهر کوچکه، یک شهر بدون هیچ نوع چیز جذاب، یک کارخونه است، یک تصویر دیستوپیایی هست، نه یک تصویر اوتوپیایی. تصویر دیستوپیایی که اتفاقا فکر کنم صدای فیلم هم برنده جایزه شده، فیلم صدا برداشت. به هر حال که اگر دقت کنید تمام صحنه‌ای که در اون شهر میگذره شما دائما صدای قطار میشنوید، قطارهای باری رو میشنوید، یه تیپ صدای کارخونه رو میشنوید، مثل که تمام شهر یک کارخونه است و هر جای شهر که افراد باشن دارن توی یک کارخونه زندگی میکنن. و بنابراین از این لحاظ این جنبه مثبت فیلم است که به یک ریالیسم کاملا مشخص رو از فیلم از آمریکا نشون میده. و همینطور طبعا اینکه چطور نباید تصور کرد که پایان جنگ زمانی فرا میرسه که رسما جنگ تموم میشه. به نوعی پایان جنگ آغاز جنگ هست. این چیزیست که در فیلم دیده میشه و بعد این چیزیست که در فیلم های دیگهی که در مورد ویتنام ساخته شده، نه همش البته چون بعضی از این فیلم ها متمرکز هستن روی خود ویتنام که معروفترینش اپوکالیپس ناو هست، اینک آخر زمان کاپولا هست، یا فیلم پلاتون هست که باز اولیور استون ساخته، یا فیلم هایی که در محل متمرکز هستن، یعنی فجایع رو در داخل خود ویتنام نشون میدن. در واقع میتونه این دو ژانر در سینمای جنگ اشاره کرد، یا فیلم فول متال جکت هست که غلاف تمام فلزی استانلی کوبریک، که اینها متمرکزن در میدان جنگ و فجایع رو در اونجا نشون میدن. گروه دیگه از فیلم ها که برخی از اونها رو اولیور استون ساخته، گفتم همون فیلم زمین و آسمان یا فیلم متولد 4 ژوئیه، فیلم هایی هستند که درام رو در این طرف قضیه نشون میدن. این رو باید جزو فیلم هایی گذاشت که درام رو در آمریکا نشون میدن، درام جنگی رو. ولی در همه این فیلم ها چیزی که ما میبینیم این هست که جنگ در لحظه که تموم میشه دو مرتبه شروع میشه و در جای دیگه و ادامه خواهد داشت تا پایان عمر همه این افراد. تفاوت اون ژانر اول و ژانر دوم در این است که در ژانر اول در واقع مکانیزم های این جنایت باز میشه، مکانیزم های این تخریب که چطور افراد روحشون در داخل جنگ تخریب میشه، چطور از آدم های ساده، آدم هایی که هیچ گناهی ندارن، جنایتکارهای جنگی ساخته میشه، جنایتکار ساخته میشه که حالا جنایتکار جنگی مقدار برای تلطیف قضیه است ولی در حقیقت یعنی جنایتکار، و چطور وقتی ولی در ژانر دوم نشون داده میشه که چطور وقتی این افراد برمیگردن به سرزمین مادری به تدریج توهمات خودشون رو از دست میدن. یعنی اینکه ما جنایتکار نبودیم، ما برای وطنمون آدم کشتیم، ما برای وطنمون این کارها رو انجام دادیم، به تدریج این رو از دست میدن و وقتی که این رو از دست دادن به خودشون میان و میفهمن که اونها صرفا یک جنایتکار هستن. جنایتکاری که جنایتش از این لحاظ وخیمتره که خودش هیچ بهانه‌ای نمیتونه براش بیاره و کاملا آگاهانه وارد جنایت شده و دست به این جنایت زده. و خب این بستگی به این که البته جنگ ویتنام میدونید که 20 سال ادامه داشت و بستگی به این که اون فرد در چه موقعیت‌هایی بوده متفاوته. یعنی این که فرض کنید یک کسی در موقعیت یک قتل عام که خیلی صورت گرفت در
ویتنام و جنایت‌های واقعا وحشتناکی که انجام شد بوده باشه، یا فرض کنین دورتر باشه از جبهه یا کمتر در جنایت‌ها حضور داشته باشه، اینها موارد متفاوتی بوده که ادامه پیدا میکنه در سرزمین اصلی و تبدیل میشه به یک زخم کهنه. ویتنام هنوز در آمریکا 40 سال بعد هنوز یک زخم کهنه است و طبعا میشه گفت که ممکنه افرادی بگن که این جنگ هیچ حاصلی برای آمریکا نداشته از لحاظ اینکه جلوی جنگ‌های دیگر رو بگیره. به نظر من اینطور نیست. امروز وقتی آمریکا رو میبینیم، میبینیم که جنگ‌های زیادی رو بعدش هم آمریکا شروع کرد، ولی میتونست خیلی بیشتر از این جنگ‌های، خیلی بیشتر از این رو که الان درگیرش هست شروع کنه. هر جنگی بعد از جنگ ویتنام، فقط جنگ عراق بوده که چنین ضربه‌ای رو به آمریکا زده که البته اون هم قابل مقایسه با ویتنام نیست. جنگ ویتنام واقعا ضربه بسیار سنگینی برای آمریکا بود. و آخرین موردی که من میخوام بهش اشاره کنم، چون امروزم صحبت رو کوتاه‌تر میکنیم مگر اینکه سوالی باشه، بحث همین به اصطلاح بازی رولت روس هست که در فیلم یک تماتیک مهم هست و دائم تکرار میشه توی صحنه‌های مختلف. شما میبینید که دائما این اسلحه برمیگرده و تکرار میشه و این مهمه که بس این بازی مرگ بحثی هستش که به گروهی از به اصطلاح مباحث دیگه و مطالعات دیگه دامن زده، از جمله داوید لوبروتون که به اصطلاح کتاب جامعه‌شناسی بدنش رو من ترجمه کردم به فارسی. داوید لوبروتون روی مسئله به اصطلاح مقایسه بازی های مرگ، بازی های خطر، جستجو برای خطر و سیستم های اوردالی بسیار کار کرده. یکی از کسانی است که روی مسئله این که چرا بعضی از بازی های مرگ اینقدر مورد توجه هستش. بعضی از بازی های ما داریم که بهش میگن بازی های مرگ و بازی های خطر بسیار بسیار سنگین، بازیهایی که در اون فرد عملا جون خودش رو به خطر میندازه. مثل شاید دیده باشین مثلا یکی از این بازی ها که تا حالا خیلی هم مردن، بازی هستش که یک طناب به پاشون میبندن و از بالای یک پل یا یک ارتفاع خیلی بالا از بالای یک ارتفاع بالا خودشون پرت میکنن پایین و اون طناب جوری محاسبه شده که اینها تقریبا برسن به سطح زمین ولی به زمین نخورن و بعد تناب بکشهشون بالا، ولی خب خیلی ها رو نتونسته بکشه و خیلی ها پاره شده و خوردن زمین و مردن. یک نوعی از خودکشی هست، یک نوع شانس آزمایی هست که این رو مقایسه کرده با اردالی که گناه آزمایی میشه ترجمهش کرد، شیوه از تقریبا میشه گفت شکنجه بود که در قرون وسطا رایج بود به وسیله سیستم های به خصوص تفتیش عقاید و اون به این شکل بود که فردی رو اردالی های مختلف ما داشتیم، اردالی آتش، اردالی آب و غیره، که اینها شکنجه‌ای بود که یک فرد داده میشد در تا فهمیده بشه که آیا او گناهکاره یا گناهکار نیست. و معمولا خیلی از افراد قبل از اینکه این شکنجه ها رو ببینن اصلا اعتراف میکردن، ولی اینکه بستگی داشت به چون میدونستن چی در انتظارشونه، چون در نهایت اگر اعتراف نمیکرد که کشته میشد زیر شکنجه، اگر هم اعتراف میکرد سوزانده میشد توی آتش به دلیل اینکه به شیطان وصل است. یعنی این بازی در هر دو سو باخت بود، مثل درست همین رولت روس، چون این بازی اونقدر ادامه داره تا
یکی کشته بشه. و در اینجا بنابراین یک رفرنس دینی داده میشه و من فکر می‌کنم این مهمه، به دلیل اینکه ما در فیلم می‌بینیم که از یک جماعت ارتدوکس روسی صحبت میشه و کلیسا در فیلم یک نقطه کلیدی است که دائم بهش ما برمیگردیم، در عروسی، در عزا و غیره. حتی اون صحنه کلیسای ارتدوکس جوری گرفته شده که دائم ما در فیلم در تصاویری که از شهر داده میشه پشت صحنه کلیسا رو میبینیم. مذهب در اینجا یک حضور دائمی داره و به نوعی این یک نوع پیوند با مسئله جنگ رو هم نشون میده. جنگ، مذهب و قربانی در اینجا به هم پیوند میخورن و نابود شدن معصومیت. نابود شدن معصومیت، معصومیت جوانهایی که برای باورهاشون که در اینجا باورهای ملی و باورهای دینی هست، معصومیت خودشون رو از دست میدن، تبدیل به جنایتکار میشن و بعد به نوعی هر کدوم باید سعی کنند که این معصومیت از دست رفته رو جبران کنند. این دلیل اصلی است که اون نیک میمونه در ویتنام و در اونجا به اون بازی مرگ ادامه میده، و ولی نه برای پول، چون پولها رو میفرسته برای دوستش که در آمریکاست و اون کشور رو میبینید که باز میکنه میگه من اصلا نمیدونم این پولها رو چرا میفرسته برای من، برای که اون دنبال پول نبود، دنبال مرگ بود. در حقیقت دنبال این بود که اجازه بده یک اردالی گناه آزمایی بکنه ازش و نشون بده که آیا او شایسته مردن هست یا نه. و فیلم به همین ترتیب هم ادامه پیدا میکنه و در یک بنبست، و اون بنبست در آخرین صحنه فیلم به بهترین شکلی نشون داده میشه، بنبستی که میشه گفت جامعه آمریکا هنوز هم درونش هست و این یک تراژدی برای جامعه آمریکاست و یک تراژدی طبعا برای کل جهان که با چنین جامعه ای سر و کار دارن. منتها در اینجا ما نباید وارد یک تیپ، به نظر من البته ما نمیتونیم وارد یک تیپ گفتمان خیلی به اصطلاح سطحی بشیم که اینجا رقابت بین امپریالیسم آمریکا و به اصطلاح کشورهای زیر سلطه است و غیره. این تیپ از گفتمان به نظر من اینجا جایگاهی نداره، به این دلیل که نباید فراموش کنیم که آمریکا رو خود همین کسانی ساختند که محرومترین افراد جهان بودن، بردگان ساختن و همه کسانی که از اروپا و از همه جای دنیا رونده شده بودن و زیر فشار، زیر شکنجه، زیر مرگ، زیر فقر از کشورهای خودشون رونده شده بودن و همه تنها پناهگاهی که داشتن این بود که برن به یک دنیای جدید و در اونجا دو مرتبه زندگیشون رو شروع کنم. بنابراین مسئله را اگه بخوایم عمیق‌تر ببینیم باید به تمام این جنبه‌ها در رابطه با این فیلم توجه داشته باشیم و سعی کنیم که به صورت سطحی به فیلم نگاه نکنیم.